من نوشته ایشون رو تا اونجا که درک کردم بازنویسی کردم، اگر موافق باشین همون رو براتون بخونم. حتما با کمال میل. پرسش ایشون چنین آغاز میشه: با نگرش به پیشرفت سریع تکنولوژی و خطر سوء استفاده از وسایل الکترونیکی در آینده نچندان دور، ما شاهد کشتارهای وحشتناک از طریق وسایل تکنولوژیک باهوش خواهیم بود. دست ساخته های کامپیوتری از هواپروازها تا زمینی و دریایی با یک اشاره از راه دور تمدن رو، نیروی تمدن رو علیه تمدن به کار میبرند. آیا ما باید از نابغه ها مانند اینشتین یا مخترعین کامپیوتری که خواهند آمد بترسیم، دچار ترس باشیم؟ با پیشرفت کامپیوتر باهوش و وسایل دست ساخته بشر علیه بشر به یاد کتاب دنیای زیبای شجاع میفتیم. ما میبینیم که با نیروی نابغه های جهانی که اکنون ضد بشر نامیده میشوند، از این سو تا آن سوی جهان با یک اشاره انگشت هزاران تن کشته میشوند. این سوال ایشون، های دکتر، نظریه شما را خواستند. پرسش بسیار خوبی هست و سخت در این حال. این بحثی است که فرض کنید در مورد هوش مصنوعی و نسل آینده ربات ها و آینده بشر بسیار بین آینده بین ها و دانشمندان بزرگ این بحث هست، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ فلسفی. یکی از اونها اتفاقا استیون هاکینگ هست. هاکینگ هشدار داده، کسان دیگه هم بودن این هشدار رو دادن که آینده بشر ممکنه با خطر مواجه بشه. اما اینشتین یه حرف خیلی جالبی داره، میگه ما باید از اون روزی بترسیم که در واقع تکنولوژی و فناوری محصول عقل بشری است بر خود بشر و سواد بشر پیشی بگیره، و اون موقع شاید دوره انحطاط بشر سر رسیده باشه. این یه موضوع جدی است. شما در مورد، حالا برای اینکه به ایران هم ربطش بدیم، از جنبش سبز به این طرف واقعا شاهد جنگ های سایبری خیلی خیلی جدی بودید. اصلا فرض کنید همین مسئله موضوع برنامه اتمی ایران و کاری که انجام شد، ویروسی که به جان رایانه های کامپیوتری مراکز اتمی ایران افتاد، داستان شبیه داستان های جیمز باند هست که شما فقط در فیلم ها دیدید. اینکه چجوری طراحی میشه، پول از کجا وارد میشه، چه کسانی درش نقش داشتن، چجوری اجرایی میشه، همه جالب توجه. از اون طرف هم پاتکی که زده میشه به مراکز مالی آمریکا و حتی به، فکر میکنم که توییتر بود، برای یک مدتی مورد حمله ارتش سایبری ایران قرار گرفت. این مسئله وجود داره، یعنی به نظر میاد که بشر داره به سمتی میره که مشاهده جنگ های سایبری باشیم که بعضی از اونها ممکنه بسیار بسیار وحشتناک و خطرناک باشه، همونجوری که این دوست گرامی هم اشاره کرده. ماجرای ویروس استاکس نت که حالا برنامهش از کار انداختن برنامه هسته‌ای ایران بود، یا حداقل به تعویق انداختنش، یک ماجرای بسیار بسیار جدی بود که با یک همکاری بین المللی، و همونطور که گفتم مثل ماجراهای جاسوسی است که در جیمز باند میشنوین، و چیزهایی که از این نوع وجود داره. الان نگاه کنین، مشخص شد که در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بچه های جوانی در یکی از کشورهای اروپای شرقی که حالا نمیخوام اسمش رو بیارم،
در اونجا میشستن و اخبار دروغ رو فیلتر میکردن، که حالا به نظر میاد روسیه هم پشت این مسئله بوده، در ارتباط با نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، و در واقع یک جوری دخالت و مانیپولیشن رو انجام میدادن در سیستم های اجتماعی. بنابراین این مسئله جنگ های سایبری یه مسئله جدیه. حالا تا به حال این جنگ ها جنگ های بوده که در همون فضای مجازی رخ داده. خوشبختانه فرض کن این جنگ ها جنگ هایی نبوده که به طور مستقیم البته تلفات انسانی داشته باشه. اینکه فرض کنید با دخالت در انتخاباتی آینده یک کشوری عوض بشه و تصمیمات درست و نادرستی در اون زمان گرفته بشه، اونها همه نتایج غیر مستقیم این نوع دخالت ها خواهد بود. اما یک مرحله دیگه هست که فرض کنید ما از نظر امنیت سایبری سیستم های هوشمند به همون ترتیب که به بشر کمک میکنن به همون ترتیب هم ممکنه آسیب پذیر باشن. میشه دخالت کرد؟ آیا آنچنان که دیدیم یکی از پهپادهای آمریکا رو توانستن در زمان آقای اوباما، ارتش سایبری ایران تونست سیستم کامپیوتریش رو، یعنی امنیت سیستم کامپیوتریش رو بشکنه و این هواپیما رو به خاک ایران سالم نشوندنش. حالا شما تصور کنید که در آینده این امکانش به وجود بیاد برای کشورهای حامی تروریسم یا برای گروه‌های تروریستی که بتونن چنین دخالت‌هایی رو فرض کنید در هواپیماهای مسافربری انجام بدن یا چیزهای از این. بنابراین این روزها شما می‌بینید که بیش از هر زمانی در مورد امنیت فضای اینترنت داره صحبت میشه، سختگیری‌های خیلی بیشتری داره از قبل انجام میشه، ولی واقعیتش این است که هر چقدر که اینترنت برای ما مزایا و فواید بسیاری داشته و سیستم فرض کنید این سیستم ابری که مثل ابر همه جا میتونه دنبال شما بیاد و شما همه جا به اطلاعاتتون دسترسی دارین، این میتونه در این خوبیایی که داره میتونه بسیار خطرناک باشه. یعنی کافی است که این سیستم شکسته بشه و در نتیجه تمام اطلاعات شما در واقع مثل یک شخصی که اوریان شده باشه، تمام اطلاعات شما در دسترس همه هست و شما میبینید که در این زمینه حتی کشوری مثل آمریکا هم در امان نیست، خود روسیه هم در امان نیست، هیچ کشور دیگه امنیت نداره، هیچ دولتی امنیت نداره. ویکی‌لیکس نمونه واضح اون هست. این مسائل وجود خواهد داشت در آینده که به نظر من بخش کم خطرترشه. بخش پرخطرترش که نگرانی مثلا دانشمندانی مثل هاوکینگ رو و بقیه رو ایجاد کرده این هست که انسان بتوانه با سرمایه گذاری هایی که در روی هوش مصنوعی روزها انجام میشه ربات های هوشمندی رو بسازه که از نظر هوشی بر انسان چیرگی داشته باشن، و اون موقع ما پیشبینی هایی که میشه این هست که انسان ها برده ربات هاشون بشن. البته مخالفین این نظریه هم زیاد هست، ولی به هر حال باید بهش فکر کرد. یه مسئله جدیه اگر ربات هایی که همین الان داره انسان میسازه بر اساس خصوصیات انسانی باشه، که تا به حال هم دارن همین کارو میکنن، یعنی دارن الان مثلا به ربات های هوشمندی فرض کنید در ژاپن ساخته شده که میتونه به بعضی از عواطف انسانی از خودش نشون بده، یعنی به بعضی از اتفاقاتی که داره در دور و برش میفته واکنش نشون بده، میتونه لبخند بزنه، میتونه گریه بکنه، البته محدود فعلا، ولی اتفاق داره میفته. با توجه به رشد تصاعدی و نمایی فناوری هایی که داره در این زمینه اتفاق میفته، امکان این که تا 50 سال دیگه ما یک رباتی بسازیم که عواطف و احساساتش بسیار شبیه انسان باشه کم نیست. و اگر این اتفاق بیفته یکی از خصوصیات انسان ها البته مسئله آزمندیشونه، حرص و طمعشونه، و اون موقع این میتونه مشکلات بسیار زیادی رو برای ما به وجود بیاره، چون انسان ها در طول تاریخ خودشون نشون دادن که برای خودشیفتگی و خودخواهی که خودشون داشتن حاضر شدن به همه ترتیبی به همه نوعی هم به تمام موجودات دیگر در روی این زمین به حق به حقوق اونها تجاوز کنن، به حق زمین تجاوز کنن، که داره حالا پیامدهای اون گریبان خودش رو هم میگیره. حالا فکر کنین ربات‌هایی ساخته بشه که از نظر هوشی صدها برابر از انسان‌ها هوشمندتر باشن و
این خصوصیت فرض کنین که بخوان چیرگی پیدا کنن بر دیگر گونه های روی زمین هم داشته باشن، اون موقع این خطر احساس میشه که بشر برده ربات هایی خواهد شد که دستساز خودش بودن در یک زمانی. و فکر کنین ربات هایی در آینده به وجود بیاد که قادر به تولید مس باشن. به چه معنا؟ به این معنا که این ربات ها به یک هوشمندی برسن که بتونن ربات های نسل جدیدتر و بهتر از خودشون رو هم به وجود بیارن، کاری که حالا بشر به لحاظ طبیعی انجام میده و ما فرزندانمون قرار هست که از خودمون بهتر و باهوشتر باشن و تاریخ بشر هم اینو نشون داده. نسل ها از نظر هوشمندی از نسل های قدیمیشون هوشمندترن، تجربه های قبلی ها هم استفاده میکنن و بر اساس اونها پیشرفت میکنن. اگر این اتفاق در مورد ربات ها بیفته، با توجه به سرعت کاریشون، با توجه به هوشمندی بیشترشون از انسان ها، خطر بسیار بزرگ خواهد بود. بسیار خطر بسیار بسیار بزرگی خواهد بود. آقای دکتر، یه پرسشی که همواره مطرح است در جامعه های مانند جامعه ایران این است که چرا جهان اسلام نتوانسته است با علم به معنای ساینس همگام بشه و در این زمینه عقب افتادگی های وحشتناکی داره؟ آیا این برداشت درسته؟ به نظر من آقای مهری، حالا اولا خوشحالم شما این مسئله رو دارین مطرح میکنین. من باور عمیق دارم که عقب افتادگی های ما در جهان سومی ها اصطلاحاً و یا حالا به طور اخص در مورد جهان اسلام همگی برمیگرده به عقب افتادگی علمی ما. اون چیزی که اگه ما از مرادمون از علم چیزیست که بهش ما ساینس میگیم و در فارسی هم حتی واژه مناسبی برای بیانش نداریم و به همین ترتیب واژه مناسبی هم برای بیان ساینتیست نداریم، برای اینکه ما اینها رو به وجود نیاوردیم، به نظر من عامل اصلی تمام عقب افتادگی های فرهنگی و تکنولوژیکی و صنعتی ما بوده و جهان اسلام نتونسته خودش رو از این مسئله نگاه قدیمی که به علم داره و علم هم اون نوعی که اونها تعریف میکنن، که عملا ما علم در جهان اسلام تقلیل و کاهش پیدا کرده از نوعی که در نظامیه ها در ایران درس داده میشه. یعنی تفکر حتی در دانشگاه های مدرن ما، تفکر غالب، تفکر چیرمن، تفکری است که در از نظامیه ها برای ما باقی مونده. و حالا شما این رو اضافه کنین شخصیت مثل غزالی، این شخصیتی که یک نقش بسیار بسیار مخربی در واقع در قطع کردن روند پیشرفت تفکر در جهان اسلام داشته و به خصوص در ایران داشته، اضافه بکنیم به خاطر جذب اندیشی مغولهای مسلمان شده و رفتن ایرانی ها هرچه بیشتر به سمت عرفان برای فرار از اون فشارها، همه باعث شده که ما اصلا نه خودمون به وجود آورنده علم مدرن باشیم و نه درک درستی از علم مدرن داشته باشیم و این مشکل اساسی ماست. من آقای موری اگر که امکانش باشه و علاقه من باشین، شما میخوام به یک مثال بسیار مهمی که همین هفته در تونس اتفاق افتاده اشاره بکنم. خواهش میکنم. در تونس دختر خانومی، باورش سخته، در قرن 21 در رشته فیزیک تز دکترایی دادن که در مرحله اول، یعنی توسط خود استاد راهنمای این دختر خانم مورد تایید قرار گرفته شده و این تز فرستاده شده بوده برای کمیته خارجی، یعنی خارجی خارج از دانشگاه است. من معمولا شما وقتی تز دانشگاهیتون رو می‌نویسین، این تز باید به اصطلاح اکسترنال ریویور داشته باشه، کسانی که از خارج از دانشگاه شما تز دانشجوی دکترای شما رو بررسی کنن و نظر بدن. وقتی که این تز فرستاده شده، این یکی از کسانی که این بهش دسترسی پیدا کرده، رئیس آکادمی نجوم، رئیس سابق آکادمی نجوم تونس بوده و او این خبر رو به بیرون درج داده به عنوان یک خبر دهشتناک برای علم در تونس.
این خانم با زیر نظر استاد راهنمای خودش تلاش کرده است که تمام دستاوردهای علم مدرن رو از نیوتن به این طرف رو به چالش بگیره و نشون بده که غلط. یعنی تمام تلاشش این بود و به طرز وحشتناکی ایشون بر اساس آنچه که ایشون میگه دریافتهاش از قرآن بوده، البته این برداشت ایشونه و استاد راه نماش، برداشت هایی که از قرآن کرده، چون اساسا مشکل ما به نظر من در زمانی است که چه در جهان مسیحیت، یهودیت یا اسلام فرق نمی کنه، بخوایم از کتب دینی برداشت های علمی بکنیم. و این دختر دانشجو تلاش کرده در این تز نشون بده که زمین مسطحه، گرد نیست، زمین به دور خودش نمیچرخه، به دور خورشید هم نمیچرخه، اساسا همه سیارات و خورشید هستن که به دور زمین میچرخن، زمین هیچ نوع حرکتی نداره، زمین در مرکز عالمه، هیچ وقت انفجار بزرگ یا مهبانگ یا بیگ بنگ اتفاق نیفتاده، عناصر شیمیایی به این شکلی که الان وجود داره نیست، در واقع همون چهار عنصر اصلی هستن. یعنی میدونید اصولا کتاب‌های مقدس از همون نوع دانش ارسطویی بهره گرفتن و در همون جا موندن و این یک فاجعه است که فکر کنید در قرن 21 استاد راهنمایی حالا یا این عنوان تز رو تعیین کرده باشه یا خود این دختر دانشجو به علت باورها و اعتقاداتی که در داره سعی بکنه تمام دستاوردهای بشری رو که پس از مدرنیته و قبل از مدرنیته، در واقع آغازگر مدرنیته در جهان اروپا بوده رو به زیر سوال ببره که نشون بده در واقع آنچه که گفته میشه فریبکاری دانشمندان غربی است و آنچه که هست علومی هست که ما میتونیم از قرآن استخراج بکنیم. خب حالا فکر کنید این دختر خانم، امیدوارم که با این هوشیاری که این رئیس سابق آکادمی نشون داده هیچ وقت این تز مورد تایید قرار نگیره، چون الان فشار زیادی از طرف رسانه ها به این مسئله وارد شده. دوستان اگه دوست داشتن میتونن گزارش مفصلی رو، من خودم در گلف نیوز دیدم هست، اون رو برن نگاه بکنن در مورد این تز دکترا و این دختر و جامعه علمی هم داره به این مسئله، جامعه علمی خود تونس داره نسبت به این مسئله واکنش نشون میده. این اگر ما آغازگر چنین مسیری باشیم، یعنی باز هم حرکت رو به قهقرا، این که ما هیچ وقت نتونستیم به علم دست پیدا بکنیم، این است که ترکیه هنوز 80 متأسفانه در ایران اینجور نظرسنجی ها رو نمیشه انجام داد، در ترکیه هنوز بیش از 72% یا 80% الان خاطرم نیست مردم اعتقاد دارن که مسئله اِوولوشن یا اون چیزی که به غلط تکامل ترجمه شده و صحیح ترش فرگشت یا دگرگونش یا دگرگشت هست، این یک چیز غلطی است، باز ساخته پرداخته یک ذهن آدم بیماری مثل داروینه و اساساً این چیزها وجود نداره و ما آنچه که هست آن چیزیست که در کتب مقدس اومده. اینها بسیار خطرناکه که ما هنوز نتونیم این تفکیک رو قائل بشیم که مسئله اِوولوشن یا فرگشت یا دگرگشت یک مسئله ایست که ما به اون میگیم یک فکت علمیه، یعنی اونقدر مدارک و شواهد زیاده که اصلا دیگه قابل رد کردن نیست، ولی اینکه ما تلاش کنیم به اون سمت بریم، این مسئله ایست که باعث شده ما از قافله علم عقب بیفتیم آقای مهری. و اگر بخوایم بدونین ما از کی عقب افتادیم، دقیقا من مثالی که همیشه برای دوستان میزنم، شما به یک نمونه به نام سیارات اجرام آسمانی هستن که دارن به دور خورشید میچرخن، به نام سیارات به زبان فارسی و عربی نگاه، به ترتیب اگه بگیم از همون ستاره اصلی که خورشید هست، شمس، در ستاره بعدی سیاره نزدیکترین سیاره میشه سیاره تیر، عطارد یا مرکوری به لاتین میگن، بعد میشه ناهید، زهره یا وینس، بعد میشه زمین، ارض، ارث، و بعد در مورد سیاره بعدی ما بهرام رو داریم که میگیم به عربی بهش میگن مریخ، یا مارس به لاتین، سیاره بعدی به فارسی هرمز، به عربی مشتریه، جوپیتر به انگلیسی به لاتینه، سیاره بعدی کیوان، به عربی زحل یا ساترن. سیاره بعدی
شما دیگه هیچ واژه عربی یا فارسی نمی‌بینید. اونجاست که به نشون میده علم ما متوقف شده. یعنی دیگه صحبت از اورانوس و نپتون و حالا پلوتو که زمانی سیاره بود، شما دیگه این اسامی می‌بینید فقط لاتین میشه. دقیقاً میتونید بفهمید علم متوقف شده. رشدی که در اونجا قرار بوده داشته باشه متوقف شده. دیگه اسامی همش لاتین میشن برای اینکه ما نتونستیم این گذار رو انجام بدیم. و قطعاً شخصیت های مؤثر بودن که به نظر من مهمترین شخصیتش غزالی بود که این نهال تازه رسته علم رو در تمام جهان اسلام و به ویژه ایران خوش کن. غزالی چه کاری کرده آقای دکتر؟ جلو پیشرفت علم رو گرفته؟ جلوی ببینید غزالی در زمانی که ریاست نظامیه بغداد رو داشت که من واقعا هر چقدر فکر میکنم که به چه ترتیب میتونم اون رو مقایسه بکنم با چه نهادی قدرتمندی که در دنیای امروز وجود داشته باشه به مشابهتی نرسیدم، به مانندی نرسیدم. ولی نهادی مثل نظامیه بغداد پرنفوذترین و قدرتمندترین نهادی بوده که در جهان اسلام در اون زمان وجود داشته و شخصی مثل غزالی در ریاست نظامیه بغداد یعنی نفوذش رو میتونسته، کلامش نفوذش تا سر تا سر جهان اسلام و فرای اون میتونسته بره. من حتی فکر کردم شما این مقایسه رو نمیتونید با رئیس دانشگاه هاروارد، نمیدونم استنفورد، کلت، با هیچ رئیس دانشگاهی شما نمیتونید مقایسه کنید چون اصلا چنین نفوذی در دنیای مدرن وجود نداره برای هیچ نهادی. ولی نظامیه بغداد در رأس همه نهادها که در اونجا داره علوم فقهی و علوم دینی و نجوم از اون نوعی که به درد کار علوم فقهی و علوم دینی و دروس شریعت میشه انجام میشه، رئیس اون سازمان دارای نفوذ بسیار زیادی است. میدونید که در تحافظ الفلاسفه در واقع غزالی پنبه فلسفیدن رو در واقع بگم یا خردورزی و خرداندیشی رو میزنه و عملا به خاطر نفوذی که او داره و نگاهی که فرض کنید نسبت به زنان داره، نگاهی که به علم داره، نگاهی که به نجوم داره، نگاهی که شما میدونم در یکی از صحبتاتون گفتین این رو، نگاهی که فرض کنید آدم به نوروز داره، به جشن‌های باستانی داره، وحشتناکه. یعنی یک آدمی که به طور خیلی نمیخوامم به کسی بر بخوره، واقعا تفکر روستایی و دهاتیه بدونه که بتونه از اونجا بیرون بیاد و فکر کنه همون تفکر رو برای سرتاسر یک تمدن بزرگی اجرا بکنه، دستاوردش همین هست که هنوز که هنوزه روحانیون ما تفکرشون، رساله هاشون بر اساس آن چیزی است که غزالی گفته. ولی غزالی شیعی که نبوده؟ نه شیعه نبوده، نه. اهل تسنن بوده؟ بله اهل تسنن بوده. آیا تو یک بار شاید 15 سال 10 سال پیش بود یک بار با شما مصاحبه داشتم، فرمودید تعداد کتاب‌هایی که در علم در جهان اسلام یا جهان سوم نوشته میشه به اندازه تعداد رمان‌های به زبان اسپانیایی نیست؟ همینطوره، درست میگم؟ درسته، همینطوره، بله همینطوره. و معمولا ما الان با یه خطر دیگه هم آقای مهری مواجه هستیم و اون هم این هست که کسانی که به یک نوعی متوجه این نوع عقب افتادگی شدن و نمیخوان اون راه سخت علمی رو برن، بسیار دشوار و سخته. ما یک گفته ای از ارسطو داریم که ظاهرا تنها گفته مستندی هست که در مورد اشاره به ایران داره. ارسطو به دانشجویان خودش که ناراضی بودن از خواندن ریاضیات اشاره میکنه که ریاضیات جاده شاهی نداره. میدونید که در زمان هخامنشیان ایرانی ها مبتکر و مبدع ساختن شاهراهایی بودن که بهشون میگفتن راه شاهی، رویال رودز به اصطلاح، که چاپارها در اونجا حرکت میکردن، یه جوری فرض کنید مثل آزادراهای امروزی بوده و به خاطر همواریش برای کاروانها و چاپارها در تمام جهان آن روز مشهور بوده. و علت اینه که ارسطو این رو داره میگه این هست که میخواد بگه که جاده‌ای که شما
میخواین ریاضیات بخونین، حالا من ترمیمش میدم، علم رو بخونین، یه جاده سنگلاخی و گلالوده. بسیار کار سخته، به قول معروف کار علم کار گله، تلاش بسیار زیادی رو میخواد. جاده شاهی نداره، جاده همباری نیست. ما نمیتونیم یک دفعه میانبر بزنیم و بدون اینکه مسیری رو که فرض کنیم در اروپای پس از دوره عصر تاریکیشون طی کردن و به عصر روشنگری رسیدن، نمیشه به یک باره به همون نتایجی برسیم که اونها رسیدن. ما باید این راه پرسنگلاخ و پرکلوخ رو طی کنیم، باید سختیهاش رو بکشیم و علم خودمون رو تولید کنیم، اون علمی که بومی باشه، علمی که بتونیم با تجربه دستاوردهای بشری باشه، اون موقع میتونیم دو مرتبه خودمون رو به قافله علم برسونیم. این است که یک راه میانباری ایجاد شده که من اسمش رو میذارم راه شبه علمی. در این راه شبه علمی ملغمه ای از علم مدرن و عرفان ایرانی درست شده برای اینکه ما بتونیم این مسیر رو با فاصله کوتاهی طی بکنیم. اینکه فرض کنیم یک کتابی در ایران توسط یک کارگردان بسیار معروفی ترجمه میشه و حداقل من خبر دارم 27-28 بار تجدید چاپ میشه به نام شفای کوانتومی و به زعم مترجم این کتاب تمام مشکلات ایرانی ها و بشر با خواندن این کتاب و با این نوع نگرش حل خواهد شد، باعث تأسفه. یعنی ما به جای اینکه باز هم برگردیم و به خود علم برسیم، میریم سراغ شبه علم. کتاب علمی که من خدمتون در جهان اسلام گفتم که از به تعداد کتاب های رمان های زبان اسپانیایی نمیرسه، الان به نظر من از 15 سال پیش وضعیت نه تنها بهتر که نشده، هیچی بدتر هم شده. یعنی ما توجهمون از علم کمتر شده و بیشتر به سمت شبه علم رفتیم که ظاهراً از واژه های پرتمطراق علمی هم استفاده میکنه اما درون توهیه، و این الان خطر بزرگی است که به نظر من جامعه جوان ایرانی رو داره تهدید میکنه و ما بیش از الان 100 نوع طبق تحقیقی که من کردم بیش از 100 نوع الان فرقه های جدید مختلف در ایران به وجود اومده. وضعیت فعلی ایران به لحاظ فکری بسیار شبیه هست به زمان بعد از حمله مغول، جزم اندیشی دینی، فرار از جزم اندیشی دینی، رفتن به سراغ آسان سازی و سهلنگاری دینی، در نتیجه عرفان‌های مختلف از شرق دور تا سرخپوستی الان در ایران دارن کار میکنن و عملا مردم ما رو از تفکر جدی داره میگیره. روزمرگی و تفکر نکردن دو درد بزرگ جامعه ماست که جامعه ما رو صلبی کرده، ساکن کرده، یک جامعه ناپرسا کرده و جامعه ای که هر آنچه که برش پیش بیاد رو به راحتی میپذیره برای نوع روزمره زندگی کردن. جامعه ای که جامعه علمی باشه جامعه پرسشگریه. وقتی میگیم جامعه علمی باشه، لازم نیست همه دانشمند باشن، لازم نیست همه فیزیک دان و شیمی دان و ریاضی دان باشن، اصلا منظور این نیست. منظور اینه که ما از روشمندی علمی استفاده کنیم، از خردمون استفاده کنیم، اندیشه سنجشگر داشته باشیم یا تفکر انتقادی داشته باشیم، هر چیزی رو به راحتی نپذیریم، در مورد مسائل اساسی پرسش‌های اساسی باید کرد. و این اتفاق متاسفانه از کل جهان اسلام رخت بربسته و شما می‌بینید که اون امیدی هم که بعضیا داشتن، فرض کنید مثل یک جامعه مثل ترکیه، عملا به چه ترتیب میفته. تونس ببینیم بعد از انقلابش، الان خانم دانشجوی دکترای فیزیکش میاد نظریه میده که جهان هنوز مسطحه، زمین در مرکز عالم قرار داره و مورد تایید استاد راهنماش هم قرار میگیره. اینها به نظر من مشکلات عمده تری هستن، یعنی عمیق تری هستن که ما باید بهش توجه داشته باشیم. آقای دکتر، من تا اونجا که یادم میاد یه آیه در قرآن وجود داره در همین زمینه که شما میفرمایید، الشمس تجری لمستقر لها، یعنی خورشید حرکت میکنه به خاطر استقرار زمین. ممنونم آقای مهری که این رو گفتید. دقیقا ببینید،
مشکل همینه که شما وقتی که کتب مقدس رو نگاه، هر سه کتاب مقدس بسیار بسیار حرفهایی که در مورد طبیعت زدن، چون خود این کتب اتفاقا این کتاب ها هیچ کدومشون ادعای علمی بودن ندارن، پیروانشون هستن که دارن این تلاش رو میکنن و تلاش بسیار بد و بیهودهی هم هست به باور من. عملا هرچه که در مورد طبیعت گفته شده برگرفته از دانش آن روز هست که دانش ارسطویی است. یعنی این مسئله که شما دارین اشاره میکنین در اون زمان بسیار بدیهی بوده، برای اینکه دانش ارسطویی که بعدا بطلمیوس اومده اصلاحش کرده است که زمین رو در مرکز عالم قرار میده و همه سیارات و ستارگان از جمله خورشید دارن به دور زمین میچرخن، که این آیه همونطور که شما گفتی به طور بسیار مشخص داره این مسئله رو اذعان میکنه. آقای تنعیری، چندین بار آقای خامنه‌ای در ارتباط با پیشرفت علم یعنی ساینس در ایران سخن گفتن و حتی گفتن گاهی درجه ما در پیشرفت علم بالاتر از درجه برخی از پیشرفته ترین کشورها بوده، و این در حالی است که مرتب خبر میرسه که برخی از دانشمندان ایرانی، نویسنده مقالات، نویسندگان مقالات علمی، معلوم میشه که آثارشان در واقع تقلبی است، اگه بخوایم خوب بگیم. خیلی مؤدبانه گفتین. متاسفانه همینطور که میگین درسته. اولا توجه جمهوری اسلامی بیشتر نسبت حالا به علوم کاربردی و تا حدی علوم پایه و علوم طبیعی بوده، ولی وضعیت در مورد علوم انسانی واقعا وحشتناک و دهشتناکه آقای مهری. حتما شما بهتر از من میدونید که اساسا در دانشگاه های ایران سعی میشه نگاه روانشناسی مدرن که پایه و اساسش البته روانشناسی فرویدی هست، نه به این معنا که الان در دانشگاه ها میگن باید سیستم فرویدی باشه، ولی از لحاظ تاریخی از اونجا شروع میشه، اون رو میخوان بذارن به کنار. جامعه شناسی به همین ترتیب، فلسفه متاسفانه اصلا داره جایگاه فلسفه غرب از بین میره. در مورد علوم ببینید، این درسته، ما رشد تصاعدی و نمایی وحشتناکی رو به خصوص در دوره 8 ساله آقای خاتمی داشتیم و بعد از اون تعداد مقالات ایرانی ها بسیار زیاد شد. در دوره آقای احمدی نژاد در یک زمینه های خاصی به خصوص در زمینه نانوتکنولوژی به اصطلاح این مسئله توجه شد و هر کسی میتونست یه مقاله‌ای بنویسه، مثلا در مورد امام مهدی و نانوتکنولوژی، فقط کافی بود این دوتا رو به هم اینو به شوخی نمیگم آقای مهری عزیز، یک مقاله‌ای از ایران به چاپ رسید که یکی فکر کنم یکی از دانشجویان، کار یک دانشجو یا استادی بوده برای من مشخص نیست، در یک مجله معتبر علمی که یکی از نویسنده های این مقاله امام مهدی بود، قشنگ هم نوشته بود امام مهدی علیه السلامش هم حتی گذاشته بود، یعنی به سخره گرفتن سیستم علمی ایران. و خب میدونید که در غرب هم وقتی کسی مقالش میاد که اینا به اسم نویسنده ها کاری ندارن، محتوای نویسنده، محتوای مقاله کار دارم. مقاله هم چاپ شده، چون مقاله خوبی بود یادم نیست، از دانشگاه اصفهان بود، تهران بود، یادم نمیاد، ولی به هر حال یکی از نویسنده‌هاش امام مهدی بود. متاسفانه به علت امتیازهای غلطی که داده میشد، حالا چه طرف میخواست دکترا بگیره، چون یه زمانی مد شد در بین نماینده‌های مجلس که همه دکترا بگیرن، بعد از اون یه مدتی مد شد که مسئولین کشور شروع کنن به مقاله دادن. یکی از اونا همین خانم معصومه ابتکار هست که سمت بسیار مهمی رو دارن، داشتن و دارن، و ایشون مقاله‌ای رو نوشتن که باعث شرمساری و آبروریزی. البته ایشون مثل همه دیگر مسئولین در اون نظام گفتن که مسئولیتش رو به عهده نگرفتن و انداختن تقصیر دانشجوهاشون، ولی اگه ایشون کمی با علم و سیستم دانشگاهی آشنا بودن میدونن که شما اگر دانشجویی دارین
و داره با شما تز دکتراشو کار میکنه یا به هر حال با شما داره مقاله ای مینویسه، این شما هستید که به عنوان استاد راهنما مسئولیت تمام خطاها رو باید به عهده بگیرید. هیچ، یعنی این عذر بدتر از گناه به اصطلاح که شما بگین دانشجوی من بدون اینکه من بدونم این کار رو کردی، یعنی واقعا وحشتناک بود. به طوری این قضیه اثر بدی گذاشت و کسان دیگه ای که همینجور ردش در اومد که الان اصلا نسبت به مقالاتی که از ایران فرستاده میشه برای ژورنال های معتبر علمی نگاه بدی وجود داره، سختگیری های مضاعفی داره انجام میشه، از داوران خواستن که بسیار بسیار سختگیری کنن در مورد محتوای مقالات و مطمئن بشن که مسئله پلیجریزم، سرقت علمی یا انتحال رخ نداده در این مقالات، به طوری که معتبرترین مجله علمی دنیا، آقای مهری و بینندگان گرامی، که مجله‌ای باشه به نام نیچر یا طبیعت که بسیار هم بسیار سخت هست کسی بتونه مقاله‌ای در اونجا منتشر بکنه، یک مقاله بسیار مفصلی رو خود به اصطلاح شورای نویسندگانش نوشت در ارتباط با پلیجریزم یا همون تقلب انتحال. انتحال در ایران. خب واقعا این باعث، یعنی من جلوی همکارانم خجلت زده شدم در دانشگاه، مطمئنم همه این اتفاق شبیه این اتفاق برای دیگر همکاران من در دیگر دانشگاه هم افتاده وقتی کسانی که این مقاله رو دیدن، که به چه ترتیب نشون میده که چه تعداد زیادی از مقالاتی که از ایرانی ها اومده چه تقلب هایی شده فقط برای اینکه مقاله رو چاپ بکنن، و بعضی ها با تردستی نه از یک مقاله، از چندین مقاله مختلف رو گرفتن سرهم کردن برای اینکه بتونن یک مقاله علمی رو بیرون بدن، و خب برای داورا بعضی اوقات این کار بسیار سختیه. حالا شاید شما با یک دونه از پاراگراف ها آشنا باشید بگید از یه جایی این رو دزدیده، ولی اینکه بتونید، امکانش نیست با تعداد مقالاتی که داره در دنیا بیش از 2 میلیون فرض کنید در زمینه خود فیزیک صدها هزار مقاله داره نوشته میشه در سال، امکان نداره کسی بتونه بر همه این مقاله ها اشراف داشته باشه. ولی اینجا چیزیست که شما اصطلاحاً بهش میگید یه دانشمند باید دارای یک صداقت و به اصطلاح اتیک یا اخلاق دارای وابستگی به اخلاق کاری باشه، یک شرافت اخلاقی داشته باشه و خود او این کار رو انجام نده. این باعث واقعا فقط از بین رفتن اعتماد جامعه بین المللی علمی نسبت به همین دستاوردهای کوچکی میشه که در ایران بسیارانی زحمت کشیدن تا این نگذارن نهال علم در ایران خشک بشه. ما هنوز خیلی خیلی وقت لازم داریم تا این نهال بار بگیره، قدرتمند بشه، و امیدوارم که این بار ستروند نشه و بعد بتونیم آماده کنیم این رو برای نسل‌های بعدی در ایران که بتونن از این میوه‌ها بچینن و درخت‌های تنومندتر بزرگتری رو به وجود بیارن. ولی این مسئله یک مسئله جدی است. من هنوز مبارزه جدی در این مورد ندیدم، اینکه جلوی دانشگاه تهران مثلا باورم نمیشه، یک زمانی فقط این کارا رو در مورد مثلا امتحانات دوره لیسانس میگن، بگن تز دکترا در تمام رشته ها براتون پول میدیم مینویسین، خب اون دکترا دیگه اصلا چه ارزشی خواهد داشت که کس دیگه ای کارشو بکنه که احتمالا اونم دزدیه و شما برین این رو ارائه بدین، بعدم حالا یه مدرک دکترا هم بگیرین و یک عنوان دکترا هم یدک بکشین، این چه فایده‌ای برای جامعه ایرانی داره؟ این فقط یک نوع در واقع خودپسندی و خودشیفتگیه که ما به من مثلا لقب دکترا بگم، ولی در نهایت ضرر و زیانش برای همه مردم ایران خواهد بود. آقای دکتر، یک نشریه آمریکایی، یعنی همین واشنگتن پست، در یک گزارشی دانشجویان ایرانی رو موتورهای تحقیق دانشگاه‌های آمریکایی خوانده، درست عکس اون کاری که برخی از دانشمندان ایران انجام دادن، و نوشته که فرمان ضد مهاجرتی ترامپ موجب شده ایرانی‌هایی که سال تحصیلی جدید
از دانشگاه های امریکا پذیرش گرفتند بلا تکلیف باشند. البته من در اینترنت دیدم تصاویر این دانشجویان جوان رو و کارهایی که انجام دادن، اختراعاتشون و اینا، شاید حتما خودتونم دیدین. بله. ببینید آقای موری، این حرف درستی است. البته اینکه ما فکر بکنیم که ایرانی ها، دانشجویان ایرانی تافته جدا بافته هستن از بقیه دانشجویان دیگه غلطه، ولی اینکه بچه های ایرانی در تمام دانشگاه ها بسیار خوش درخشیدن تردیدی نیست، به خصوص نسبت به جامعه میزبانشون. متاسفانه در آمریکا اون چیزی که ما اصطلاحا بهش میگیم سفیدان آمریکایی خیلی علاقه ای ندارن که به دنبال علم و تکنولوژی برن و به قول میچیو کاکو که یک فیزیکدان آمریکایی با اصالتاً ژاپنی هست در دانشگاه نیویورک، او میگه سلاح مخفی و سلاح برنده آمریکا همین داشتن یا قبول کردن دانشجویان و متخصصین از کشورهایی مثل ایران، هندوستان و چین هست که دارن عملا بار اصلی جلو بردن تکنولوژی و علم رو در آمریکا به دوش میکشن. این حرف درستی است. شما به دانشگاه‌های درجه یک آمریکا نگاه کنید، به دانشگاه استنفورد نگاه کنید، به دانشگاه MIT نگاه بکنید، ببینید بچه‌های ایرانی چقدر خوش درخشیدن. چرا؟ اولا بچه‌های ایرانی وارد سیستمی میشن که یاد میگیرن این سیستم چگونه باید از لحاظ علمی اون اخلاق کاری رو رعایت بکنه. دوم، ما در کشورمون همچنان دنبال اون میونبرا هستیم دیگه، همون چیزی که چند دقیقه پیش داشتم خدمتتون عرض کردم، زرنگی ها از روی جاده شاهی میخوایم رد بشیم. دقیقاً بچه‌هایی که اینجا میان یاد میگیرن کار سخت علمی رو و در یک فضای رقابتی میافتن و با کسانی کار میکنن که کار پژوهشی درجه یک رو انجام دادن و دارن میدن. در ایران بیشتر در فکر این هستن که فقط مقاله‌ای به چاپ برسه که بتونن ارتقا بگیرن یا جایزه نقدی بگیرن یا حتی بتونن به لحاظ سیاسی ازش بهره برداری کنن، که نمونه شو که خدمتون عرض کردم. این هست که ما در مقطع به اصطلاح به خصوص تحصیلات تکمیلی، یعنی برای سطوح فوق لیسانس و دکتری که احتیاج به کارهای پژوهشی هست، اونجا هست که به یک باره خیلی میلنگیم. ولی میگم کسانی هستن که دارن صادقانه با همت بسیار بزرگی در داخل اون کشور کار میکنن، صداشون رو متاسفانه شنیده نمیشه و تلاششون همه بر این هست که بتونن این نهال علم رو صحیح و سالم نگه دارن. آقای دکتر، شما از کدام دانشگاه آمریکایی درجه گرفتید؟ بله، من در دانشگاه MIT بودم، در دانشگاه هاروارد، هم MIT هم هاروارد درس میدادم، بعد به لس آنجلس اومدم در مرکز تحقیقات فیزیک نظریه کولی در سانتا باربارا بودم، بعد به دانشگاه ایرواین رفتم، ولی بعد از اون به علت اینکه یک مرکز جدیدی به نام مرکز مطالعات کوانتومی در دانشگاه چپمن به وجود اومد، من الان 5 سال هست که در این دانشگاه هستم و در همین مرکز مشغول به تحقیق و تدریس هستم. کی تدریس می‌فرمین الان؟ من هم در مقطع کارشناسی درس میدم، هم برای مقطع دکتری. من 2 تا دانشجوی دکتری دارم. متأسفانه. چند سالتون آقای دکتر؟ بله. چند سالتونه؟ چطور مگه؟ حدث شما چیه آقای موری؟ من دیگه من دوره جوانیمو تهی کردم. اون وقتا 38 سالتون بود. 15 سال پیش با شما صحبت میکردم جوان بودم. من دیگه الان در دوره میان سالگیم. یعنی 38 سالتونه؟ نه نه خیلی نه، 46 سالمه. 46. خب زیاد جلو نرفتم. نه ولی به هر حال این واقعیت وجود داره که با گذر زمان سن ما هم زیاد میشه آقای موری، و برای همه هست. یه چیزی که هیچ وقت تغییر پیدا نمی کنه این هست که
ماها هر سال که میگذره سنمون هم بالاتر میره. آقای دکتر، من فکر میکنم اون مصاحبه هایی که شما در گذشته درباره علوم به زبان ساده انجام دادین خیلی از جوانان ایران رو علاقمند کرد به راهی که شما رفتین. ما 2 دقیقه فقط وقت داریم. بله همینطوره، من متاسفم که این نوع برنامه ها قطع شده، ولی همچنان در داخل ایران بچه ها بعضی اوقات بعد از این همه سال از من میپرسن که چرا این برنامه ها رو ادامه نمیدی، و خوشحالم که یک تأثیر بسیار 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 اندکی روی جوانهای مشتاق به علم داشتم و هنوزم تلاشم هست که بتونم با جوانان ایران در تماس باشم و بتونم این کتاب ننوشتین آقای دکتر انتقال بدم. کتاب جدید، من یک کتابی از من دعوت شده بود که درش مطلبی بنویسم، در واقع یک فصل یک کتاب هست، متاسفانه کاش با خودم آورده بودم، خونه است در اینجا ندارم، ولی کتاب هست که اسمش هست مسیحیت در پرتو علم، و از من خواسته شد که بگم آیا تناقضاتی بین یافته های کاری که من انجام میدم، در واقع کار تخصصی من این هست که در ابتدای عالم آیا ما پیش از مهبانگ به اصطلاح اون چیزی که ما فکر میکنیم آغاز عالم هست، آیا پیش از اون هم اتفاقاتی رخ داده یا نه. ما اصطلاحاً به اینا میگیم پری بیگ بنگ کازمولوژی، کیهان شناخت پیش از مهبانگ، کیهان شناخت پیش از اون انفجار بزرگ، و در اونجا من نشون دادم که اگر در مسیحیت و در ادیان دیگه این حس وجود داره که چون عالم آغازی داشته به اون ترتیبی که بعضیا فکر میکنن، پس حتما میشه گفت خداوندی هم وجود داره. من میخواستم اینجا تو این مقاله تو این کتاب نشون دادیم که همچنان کارهای بسیار زیادی داره در این زمینه انجام میشه که به نظر میاد که ممکنه که پیش از این انفجار بزرگ هم عالم وجود داشته. آقای دکتر، امیدوارم که بتوانیم هرچه زودتر برنامه های دیگری، گفتگوهای دیگری با جناب عالی داشته باشیم در زمینه علوم، به خصوص که جوانان ایران تشنه این مطالب هستند. آقای مهری، من باید اینجا در همین فرصت کوتاه بگم که من بهترین برنامه های رسانه‌ای که داشتم برنامه هایی بود که با شما شروع شد در رادیو صدای ایران، و همچنان هم معتقدم که اون برنامه های رادیوی گفتگوهای ما جز بهترین گفتگوهای برای ترویج علم و دانش گستری بود. از شما بسیار سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. من از شما سپاسگزارم. خیلی ممنونم ازتون و همچنین از همیهنانی که به این برنامه ها توجه دارند، و با سپاس از آقای بهروز مشکینیار کارگردان برنامه‌مون.